سلام، صبح شما بخیر و سلامتی باشد. سلام فاویه جان، بسیار خوشبخت تشکر. هستم که شکر شما صحتمند هستین و باز هم از معلومات جامع و کاملتان ما و بیننده های عزیزم مستفید می سازید. البته من تا آخر برنامه همراه شما هستم و اگر سوالی بود برای شما ارائه می کنم، ولی هم شما مهربانی کنین و برنامه تان آغاز کنین. تشکر فوزیه جان از لطف شما. سلام عرض می کنم خدمت تمام بیننده های تلویزیون وطن، همچنین شنونده های رادیو. من خوشحال هستم که باز در خدمت هموطنان خود قرار دارم و همزبان های خود قرار دارم، کسایی که برنامه را می بینند و می شنوند. موضوع برنامه امروز بالای تا دیروز، امروز و فردای افغانستان اختصاص داریم. اوضاع افغانستان روز به روز در حالت طغیان است و تغییر است و افغانستان نوسان های بسیار عمیق و بزرگ سیاسی در پشت سر گذاشته. کسایی که به سنای ماستن، یعنی بس کسایی که من خودم 72 سال هستم، ما چندین به اصطلاح افغانستان پاچاگردیش ها رو دیدیم و بالاخره به امروز رسیدیم. سوال البته کسایی که تا سنین 40 هستن و به جز بحران و جنگ چیز دیگه رو نیدن، اما خوشبختانه برای ما که ما زمانهای خوب افغانستان هم دیدیم، دیروز و پریروز افغانستان دیدیم، زمان آرامش دیدیم، زمان دوستی ها رو دیدیم، زبان بی آلایش ها رو دیدیم این زمان ها. و سوالی که نزد نسل ماست ایست که چرا افغانستان در قطار این همه کشور در جهان محکوم است که هر آنگاه به این نوسانهای سیاسی، به این طوفانهای سیاسی سپرده شود و همه هر چیزش در معرض نابودی قرار بگیره؟ این سوال نزد بسیاری جوانهای ما وجود داره، نزد بسیاری مردم وجود داره، در دنیا وجود داره که افغانستان چی تفاوت داره از کشورا؟ دقیقا دکتر سید، بله. اگرچه ایران همچون بحران را تجربه کرد 30 سال قبل، اما حداقل در اون کشور یک ثبات سیاسی وجود داره و نظامی که با وجود آمد، اگرچه نظام آخوندی است، بسیاری آزادی های مدنی را در ایران سرکوب کردن، اما باز هم دولتی که در قدرت است به بعض ارزش های جامعه امروزی احترام میگذاره. او ارزش ها مانند علم است، صنعت است، تکنیک است، تجارت است، تکنولوژی است و قادر شده ایران به زمره کشورهای پیشرفته در این زمینه ها تبدیل کنه. ولی البته آزادی های سیاسی در ایران وجود نداره، آزادی های مدنی به شکلی که آزادی خواه ها میخوان وجود نداره. اما از بعض جهات مردم شاید در ایران راضی باشند از شرایط زندگی در ایران، اما در افغانستان ما در حالت قرار گرفتیم که این 40 سال میشه جنگ است و بدبختی است و این طوفان هایی که بالای وطن آمده هر چی که ساخته شده دوباره ای را بین برده. نسل ما قسمی که عرض کردم دیروز را دیده که اگر ما تاریخ 100 سال گذشته افغانستان دیروز بگوییم، از پریروز صرف نظر کنیم، همین دیروز همی 100 سال گذشته بگوییم، یعنی سالهای 1922 1923 که زمان نهضت امانی بود، زمان اوج نهضت امانی بود، ما در اونجا در زمانی که ما شروع کردیم به در افغانستان به پیاده کردن جنبش ترقی خواهی، تجدد طلبی و ایجاد یک کشور پیشرفته،
بسیاری کشورهای جهان یا در یوغ و استعمار بودند یا هنوز این مسائل هرگز در تصورشان نمی آمد به شمول ایران. دقیقا. متاسفانه ما در اون زمان در درست در این 100 سال قبل قیام های ضد نهضت امانی ایجاد شد، مانند قیام ملای رنگ در پکتیا و ای و قیام شینوار، مردم شینوار و متعاقبا قیام سقاوی در شمالی. این قیام ها یک هدف داشتند، هدف از یا مخالفت با ترقی‌خواهی بود، مخالفت با تجدد طلبی بود، مخالفت با هر چی که مظهر تمدن غربی است بود. و این قیام ها هدف مشترکشان این بود که دوباره به عصر حاکمیت شرعیت برگردند و جلوی هر گونه مظاهر تمدن امروزی را که جامعه غربی را تانسته به پیشرفت های امروزی نائل کنه بگیرن. خب البته در نهضت امانی اشتباهات صورت گرفت، تفاوت های بین تجدد طلبی و غرب زدگی را در نظر نگرفتن، اما در مجموع این نهضت بود که اهداف بسیار ترقی خوانه داشت در قسمت معارف، در قسمت ایجاد ساختمان‌های اقتصادی، ساختمان‌های زیربنایی در افغانستان آغاز کار بود و همچنان در زمینه حقوق مدنی مردم، حکومت در زمینه قانونگذاری، قانون اساسی در افغانستان وضع شد، بردگی لغو شد در این کشور، زنا به آزادی حجاب رسیدن که خودشان تصمیم بگیرن که میخواین حجاب بپوشن یا نپوشن. اما متاسفانه این نوزت ها در نطفه نابود شد و ما و یک دوران رکود به تقریب از او ایجاد شد که هر آنچه که بافته شده بود به اصطلاح دوباره ریشه شد و از بین رفت. متعاقب از او ما یک دوران با روی کار آمدن دولت اعلیحضرت نادرخان ما یک و بعد از او اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ما یک دوران طولانی 44 ساله پیشرفت تدریجی را تجربه کردیم. بخصوص در عصر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ما این پیشرفت تدریجی بسیار به صورت مشهود دیده میشه. ما اگر در افغانستان امروزی، یعنی من کوشش میکنم که تصویر از دیروز برای جوانای ما که ندیدن و گذشته را از دیروز با قدر اطلاع ندارن ترسیم کنم، ترسیم کنم که ما در چی حالت بودیم. در اصل اگر شما همه چیز زیربنایی را اگر در افغانستان میبینین، اساسات از این در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه گذاشته شده. ما از کابل تا قندهار سرک قیلیدی شد، از قندهار تا هرات سرک کنکریتی شد، از هرات و از هرات به بندر اسلام قلعه، به بندر ایران و همچنان بندر تورغوندی به سرحد اتحاد شوروی وقت که امروز ترکمنستان است، همه کنکریت و قیلیدی شدند. از کابل تا به پل خمری و از پل خمری تا قندوز و تا بندر شیرخان بندر سرکای ما همه چیز شد، قیلیدی شد و سرکای شاهراه ایجاد شد. از پل خمری تا مزار شریف شاهراه ایجاد شد و این شاهراه تونل سالنگ کشیده شد که سفر بین کابل تا مزار شریف از یک روز، از یک و نیم روز به 8 ساعت و 7 ساعت کوتاه. در پهلوی ازی ما بندهای برق میبینیم که از نام بگیرم، بند برق کجکی، بند برق نغلو، بند برق سروبی، بند برق درونته و همچنان در گلبار و همچنان در طرف از دریای پرمان یک بند بود
این بندهای برق برای مردم افغانستان و صنایع افغانستان برای بار اول انرژی برق مؤثر ساخت. و تا این روز بالای این بندهای برق ما فقط دو بند اضافه شده. یکی بند برق سلما اضافه شده در بالای دریای هریرود و یکی دیگه بند کمالخان است که برای تولید برق فعلا نداره، تنها برای تنظیم جریان آب و زراعت ساخته شده. همچنان از پروژه های بزرگ اقتصادی زیربنایی روی کار شد، پروژه انکشاف نگرهار که با بند آبگردان در درونته ایجاد شد و هزاران هزار هکتار زمین آبیاری کرد در دشتای لمیدرور آبیاری کرد و برای مردم آب دائمی برای کشت کارشان فراهم نمود. همچنان پروژه هلمند، پروژه لشکرگاه ایجاد شد که بسیاری از مردم در سبب انکشاف اقتصادی و اجتماعی در لشکرگاه شد و خود شهر لشکرگاه ایجاد شد در ولایت هلمند. این پروژه تطبیق شد، هزاران هزار هکتار زمین برای زراعت و استفاده مردم آماده ساخت. این گوشه های از پروژه هایی است که در این زمان تطبیق شد و اگر کسایی هستند که میگن دانش ها کار نکرده، باید به این توجه کنند، به این مسائل. در قسمت معارف ما در هر ولایت افغانستان لیسه ها ایجاد شد، مکاتب ابتدایی خود از تمام ولسوالی های افغانستان به وجود آمد، هم دخترانه و هم پسرانه، و در لیسه ها در مراکز ولایات ایجاد شد و همچنان ما پوانتون کابل داشتیم و پوانتون ننگرهار، همچنان در قندهار پوانتون ایجاد شد. این زمینه های تحصیل برای میلیون ها شاگرد فراهم کرد. زن و مرد، دختر و پسر به صورت آزادانه در تعلیم تربیت سهم گرفتن. ما در دوران زایشا، ما 10 سال اخیر دولت ازیر، حکومت ازیر، ما یک به نام دوره دهه دموکراسی یاد میکنیم، دهه قانون اساسی یاد میکنیم، که در این دوران قانون اساسی 1343 یا 1964 به میان آمد. برای اولین بار در افغانستان دموکراسی معرفی شد برای مردم و مطبوعات آزاد شد، حق آزادی بیان برای مردم داده شد، آزادی اجتماعات داده شد و این سبب از این شد که افغانستان، جامعه افغانستان، مردم افغانستان از لحاظ سیاسی به سطح تازه ارتقا پیدا کرد. بسیاری از رهبران سیاسی که امروز در افغانستان وجود داره زاده همین 10 سال دموکراسی هست. دموکراسی ها همیش مشکلاتی هم در پهلوی خود دارند. اگر ما دموکراسی را قبول میکنیم، باید در مشکلات از را هم قبول کنیم و بپذیریم که پیاده کردن دموکراسی در کشور عقب مانده افغانستان کار آسانه نیست و این سبب سوی استفاده های زیاد میشه از طرف اشخاصی که یا ناآگاهانه یا آگاهانه سبب مشکلاتی میشه که به ضرر مملکت مبدل میشه. اما ما نمیتونیم به خاطر از اینکه دموکراسی امکاناتی را برای بعضی مردم فراهم کرده که ناآگاهانه یا آگاهانه به ضد منافع ملی افغانستان رفتار میکنند، ما همه دموکراسی را چیز کنیم، قلم بزنیم و او را سر خط بدنام بکشیم. این واقعا طرز دید نادرست یک تعداد از مردم و این طرز دید نادرست برای افغانستان بسیار گران تمام شد. در زمان دموکراسی، دهه دموکراسی، ما ده‌ها و صدها روزنامه، مجله، جریده چاپ می شد
افکار سیاسی از راست و چپ و میانه همه نشر میشد، مردم امکان دیر پیدا کردن، جوان ها امکان دیر پیدا کردن که با افکار متفاوت و مختلف و متضاد سیاسی آشنا شوند، خود پیدا کنند، افکار عقاید سیاسی خود در یکی از این دکترین های سیاسی یا اجتماعی پیدا کنند. و این خودش امر مثبت بود، این چیزی نیست که ما این را انتقاد سرش کنیم، اما یک تعداد مردم متاسفانه این را اشتباه فکر کردن. همچنان انتقادی که وجود داره بالای خود دولت وقت بود، حکومت وقت بود، که و دموکراسی را هم اعتقاد عمیق بالای دموکراسی نداشتن. دموکراسی را به صورت اگر اعتقاد عمیق می داشتن باید دموکراسی را پایه هایش مستحکم می کردن، پایه های اساسی شاید در جامعه مستحکم می کردن. مثلا قانون احزاب پاس نشد، مثلا بسیاری قوانین متمم دیگه که دموکراسی نمیتونست تقویت کنه و جهت بده تصویب نشد، پاس نشد. و همچنان در مقابل نهضتی که ایجاد شده بود خصمانه برخورداش صورت گرفت، خصمانه رفتار میشد بدون ای که متوجه شوند که ما با این کشور این نسل تازه شروع کرده از حقوق اساسی خود استفاده میکنه، حقوق مدنی خود استفاده میکنه، بنابراین این مشکلات ما باید نداره. از جمله کسایی که با دموکراسی برخورد خصمانه کردن سردار محمد داوود خان، صدر اعظم سابق بود، که او از ای آزادی های اجتماعی را، آزادی های مدنی را، آزادی های سیاسی را به حساب بیبند و باریق تلقی کرد و فکر میکرد که به اساس گفته ها و نوشته های علاقمندان سیاسی طرز دید داوود خان، از اون موقع استنباط میکردیم که به نظر داوود خان باید اول کشور به سطح بالای از انکشاف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نائل میشد، بعد دموکراسی معرفی میشد. این برداشت نادرستی است. هیچ کشوری این کار نکرده، تا امریکا این کار نکرده، اروپا این کار نکرده. ما از عصر جهالت مذهبی و دموکراسی پای نهادن اروپایی ها. در هندوستان شما دموکراسی را حتی در زمان استعمار شروع شد و بعد از او با میلیون ها بی سواد در هندوستان دموکراسی تطبیق شد، ولی فرقی بود که در هندوستان بالای دموکراسی اعتقاد داشتن، از نتایج دموکراسی را با دل و جان قبول کردن. هر دولتی که هر زعیمی که در انتخابات شکست خورد با کمال احترام به حریف خود تبریک گفت و از صحنه خارج شد و خود آماده کرد به دور دیگه انتخابات. این احترام است به دموکراسی. اگر هندوستان موفق شد که با اون فقری که در هندوستان وجود داره، شما تصور کردن میتونید که فقر هندوستان در سالهای او در سالهای 1940 تا چه حد بود، 1950 تا چه حد بود. ما در سال 1980 برای بار اول به هندوستان رفتم، باور کنین فقری که من در شهر مانند بمبئی دیدم من تصور نمیکردم. خوش شکر کشیدم سر افغانستان، 2 میلیون نفر در سر پلتفرم‌های ترنا در بمبئی هر شب خواب می‌کردن، یک چند میلیون دیگر سر پیاده روا در تمام شهر خواب می‌کردن. هیچ حتی یا سلام نداشتن، سلام که یک بویا را در سر خود کش کنن. ما با او فقر و با او بیسوادی و با او بدبختی هندستان تانست از دموکراسی خود حفاظت کنه، برای از اینکه مردمش اعتقاد داشت، رهبرهای سیاسیش اعتقاد داشت به دموکراسی و می فهمیدن که بالاخره دموکراسی پیروز میشه، بنابراین احترام کردن به زمینه های دموکراسی، به مبادی دموکراسی، به سازمان های دموکراتیک و به نتایج زود. در افغانستان متاسفانه بعد از 10 سال حوصله مردم چیز شد، حوصله اقتدار به سر آمد و دولت قانونی عنعنوی افغانستان
دولت متکی به قانون اساسی مشروطه را منحل کردن، ساقط کردن. یعنی در دولت مشروطه سلطنتی ما تفکیک قوا داشتیم، شاه غیر مسئول و واجب الاحترام بود، اما از فامیل شاه کس صلاحیت نداشت در حکومت شامل باشد، اما حکومت در مقابل پارلمان مسئول بود و پارلمان مردم انتخاب میکرد و قوه قضاییه استقلالیت خود داشت. در اینجا زمینه های دموکراسی فراهم شده بود، ولی متاسفانه این را ما نادیده گرفتیم. بعد از کودتای 26 سرطان ما همه این مبادی را از دست دادیم، همه این امکانات را از دست دادیم، آزادی بیان را از دست دادیم، آزادی اجتماعات سیاسی را از دست دادیم، آزادی تشکل را از دست دادیم. اما آنچه که در زمان داوود خان وجود داشت آزادی های مدنی بود. یعنی ما در پهلوی از این که آزادی های مدنی خود داشتیم، ما آزادی های سیاسی خود دست دادیم. این تفاوت عزیز با امروز. متاسفانه چالوده دولت جمهوری داوود خان بالای به حمایت از یک تعداد از افسرهای پایین رتبه اردو مانده شده بود، یا به حمایت افسرهای پایین رتبه اردو به قدرت رسیده بودند که به توسط این افراد دوباره ساقط شد و بعد از 5 سال ساقط شد و نتانست که از خود دفاع کنه، نتانست و چیزی از خود باقی نگذاشت. این دولت، این 5 سال حکومت داوود خان، اگرچه ما لحاظ اقتصادی به وضع ما بهتر شد کمی، اما از ما با معرفی یک عنصر جدید در سیاست افغانستان، در دولت، در تغییر دولت ها در افغانستان که کودتای نظامی بود، ما به یک مرحله خطرناک تازه داخل شدیم. دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که به میان آمد، متاسفانه این دولت خلاف تمام پرنسیپ هایی که در 10 سال دموکراسی برای مردم گفته بود و نوشته بود و از تریبونای مختلف داد زده بودن، تمام آزادی های سیاسی را ممنوع کرد و تمام تشکل های سیاسی دیگر ممنوع کرد و تنها حزب خود، حزب در نه تنها به صورت حزب بلکه باقی گذاشت، بلکه در داخل دولت مدغم کرد، از یک طرف در داخل دولت یعنی مدغم کرد تا پایین ترین کرسی های دولتی رو به اعضای حزبی داده شد، بلکه در پهلوی از او موازی به او سازمان های سیاسی موازی به دولت ایجاد شد. و این تطبیق کردن الگوی اتحاد شوروی در افغانستان بود بدون تعقل درست، بدون ای که به این نگاه کنن که خودشان چی گفته بودن. در 10 سالی که روزنامه های خلق و پرچم نشر شد چی برای مردم وعده کرده بودن؟ متاسفانه این صورت نگرفت، اما این سبب علی شد که مردم ناراض شوند و همچنان مبارزات مخالفت های داخل حزبی سبب کشتارهای زیاد شد، سبب زندانی کردن افراد زیاد شد. در نهایت مردم دولت پلیسی در این مملکت روی کار آمد، دولت استالینی پلیسی در زمان رفیق لامین روی کار آمد که همه آرزوی از بین رفتن از این دولت می کردن. خب بالاخره این با یگانه رایش از طرف منظر اعضای حزبی بود که از اتحاد شوروی وقت دعوت کنن که بیا این دولت ساقط کنن که می کار کردن. و
و بعد از او یک عنصر دیگه در بین مخالفت ها و مبارزات مردم ایجاد شد و او این بود که اگر ما تا زمان با دولت حزب دموکراسی خلق از لحاظ ایدئولوژیک مخالف بودیم، بعد از این عنصر نشنالیزم به او اضافه شد و ملی گرایا هم با او مخالفت کردن. مداخله اتحاد شوروی را اگرچه با دعوت حفیظ رامی صورت گرفته بود، دعوت دولت وقت صورت گرفته بود، اما به صورت اشغال در افغانستان تلقی شد و مخالفت با او عام شد که این ما نتیجهش میبینیم که متاسفانه رهبری این جنبش های قیام های ضد دولتی را به دست ارتجاعی ترین افراد جامعه افتاد. ارتجاعی ترین افراد رهبرهای سیاسی جامعه رهبری این جنبش ها را جنبش بگویم یا این قیام های ضد دولت را به عهده گرفتن، به دوش گرفتن و این رهبرها همه با وابستگی عمیق پیدا کردن به استخبارات بیگانه، به استخبارات پاکستان، به استخبارات امریکا، به استخبارات سعودی و استخبارات سایر کشورها. مداخلات این کشورها در افغانستان به صورت بسیار آشکار ایجاد شد و این افغانستان زمینه ایجاد کرد تا غرب و امریک برسته کردگی امریکا در افغانستان برای اتحاد شوروی وقت یک تلک بگذارن. این تلک که امو تلکی بود که روسا با داوطلبانه خودشون آمدن به افتادن و در نتیجه بعد از 10 سال موجودیت بودن در افغانستان این سبب ویرانگی کساد اقتصاد در اتحاد شوروی شد و بالاخره سبب فروپاشی خود اتحاد شوروی و نظام کمونیستی وابسته به اتحاد شوروی و از بین رفتن پلان پیمان وارسا و در جسد جهانی شد. یعنی اوضاع افغانستان این شرایط بر غرب فراهم کرد تا ضربه بزرگ، ضربه کشنده بالای اتحاد شوروی وقت وارد کنه و این به قیمت میلیون ها نفر جان افغان صورت گرفت. برژنسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر در اون زمان کسی گفت که سوال کرد بعد از اینکه اتحاد شوروی سقوط کرد که برادر خودت خوب با این کارت با این چون اون میگفت که ما این افتخارات ماست که ما افغانستان سبب شده که اتحاد شوروی ما با کمک ما به افغانستان سبب شد که اتحاد شوروی از بین بره. مردم این خبرنگار برش گفت که با این خوب به قیمت ازید شد شما یک کشور، یک دولت بسیار ارتجاعی را در افغانستان به قدرت برسانید. او جواب داد که این قیمت است که کاست است که مردم افغانستان پرداخته برای آزادی در دنیا. ما در او وقت قربانی شدیم و یک دولت ارتجاعی افراطی روی کار شد که این دولت نتانست حتی بین احزاب متشکل از خود اعتماد و همبستگی ایجاد کنه و در نهایت در اثر جنگ های تنظیمی نه تنها کابل از بین رفت و مخروبه مبدل شد، بلکه افغانستان نظام دولتی کاملا فرو ریخت. هر چی که دست این مردم رسید بردن در پاکستان فروختن و کشور به یک ملکوت توایفی مبدل شد. ملکوت توایفی هر رهبر تنظیمی، هر تفنگداری که در هر جای قماندان بود برای خود اعلان پادشاهی کرد و حکومت شروع کرد که این سبب عزی شد که حتی این دولت دست شانده در افغانستان حتی نتونست منافع پاکستان، منافع امریکا را، منافع غرب در اینجا تامین کنه و ایا سبب تصمیم گرفتن که برای حفظ منافع خود در افغانستان این دولت مجاهدین از بین ببرن و برای این کار طالبا را ایجاد کردن. طالبا یک گروه از مجاهدین بودن، مخصوصا از گروه چیز احمدی، مولوی احمدی که از پکتیا بود، از این گروه بودن
ایجاد از در شاگردای مدرسه های دینی دیوبندی در مناطق پشتونشین پاکستان بودن، از یا ایجاد کردن در زمان بی‌نظیر بوتو و یا امکانات فراهم کردن یا را تعلیم و تربیت برشان فراهم کردن و یا را مجهز ساختن و به افغانستان آورد. این چیزی نیست که ما میسازیم، این داکومنت شده، این اسنادش در تمام رسانه وجود داره. اگه شما یوتیوب بزنید سخنهای بی‌نظیر بوتو صدراعظم وقت پاکستان رو بشنوید که میگه که برای من پیشنهاد شد و من با وجود که سرمایه هنگفت رو از دولت پاکستان تقاضا میکرد اما من این رو منظور کردم برای اینکه ما مجبور بودیم در افغانستان منافع خود حفظ کنیم و خطوط ارتباطی ترانسپورتی را از پاکستان با ترکمنستان و سایر مناطق آسیای میانه فراهم کنیم و تضمین کنیم امنیت زیاره. برای این کار طالبا را انتخاب کردن و ذخایر بسیار زیاد اسلحه به اختیار اینجا قرار دادن و یا به بسیار سادگی قندهار را گرفتن و بعد از قندهار یا در قندهار مثلا هیچ دولتی وجود نداشت، هیچ حوالی، هیچ همه ای جنگ سالارا در هر جایی در سر سرکا خیمه زده بودن و مردم پول میگرفتن و مردم اذیت میکردن. مردم افغانستان از این وضعیت دولت مجاهدین، از این انرژی بسیار ناراض بودن و هر گونه تلاش برای آوردن یک استقلال سیاسی را احترام که میکردن و استقبال کردن و میخاطر بود که از جنبش طالبا استقبال کردن. طالبا بدون جنگ از قندهار تا کابل اشغال کردن، بدون جنگ تا هرات اشغال کردن، در هرات یک کمی جنگ صورت گرفت و بعد تا مزار شریف و بدون جنگ اشغال کردن تا قندوز، جنگ هایی که صورت گرفت در قندوز و در دشت‌لیلی و در مزار شریف صورت گرفت، ولی که در نهایت یا تمام افغانستان در اختیار خود در زیر حاکمیت خود آوردن و جز از یک ساحه کوچکی را که از در شمال شرق افغانستان در تخار و بدخشان که تا پنجشیر این امتداد می‌یافت، دیگه تمام افغانستان یا زیر حاکمیت خود آوردن و یا یک از این سال 1996 است. حکومت مجاهدین از سال 1992 تا سال 1996 یعنی 4 سال در قدرت بود، طالب ها یار ساقط کردن و حکومت خود در 1996 ایجاد کردن. خود گروپ طالب ها در 1994 توسط پاکستان ایجاد شد و حتی اسناد وجود داره که میگه که ایر آیسا ایجاد نکرده، ایر خود دولت پاکستان از یک ابتکار تازه را توسط یک تعداد از نظامی های متقاعد خود ایر ایجاد کردن، چون آیسا زیادتر علاقمندی با گلبدین حکمتیار و امثال هم داشت و این گروه طالبان را این گروه ایجاد کرد. البته بعدا تمام دولت و استبلشمنت پاکستان، وقتی استبلشمنت پاکستان میگم از مطبوعات گرفته تا سازمان های سیاسی مدنی، همه پاکستان با طرفدار طالبان بود، چون استبلشمنت پاکستان به شدت مذهبی است و این به شدت در پاکستان افکار افراطی مذهبی حاکم است به اندازه که قابل تصور بر افغانا نبود. ما در سرویس در پشاور در سالی که حکومت طالبا حکومت داشتن در کابل در پشاور رفته بودم، در سرویس بالا شدم، امی سرویس کم پیش رفت، یک دفعه ایمد وسط سرک استاد کرد، امی مردم از سرویس پایین شدن دویدن، مخ فکر میکنم بم مانده شده چی شده که این مردم میدوند، ولی متوجه شد بینه یا پایین میشن در میسر سرک استاد میشن نماز میخوانن. آزان شده بود، آزان شده بود، چاشت بود. این کار ما شما در افغانستان، این هم اسلام ما شما در افغانستان نداشت. این وقتی من در پاکستان دیدم، ما عمق افراطیت مذهبی در پاکستان متوجه شدم و متاسفانه میلیون ها مهاجر افغانستان در پاکستان رفت و هفت جنای جهادی که در پاکستان شکل گرفت یا زیر اینمی تفکر
تفکر و برداشت از شریعت و جمیع و اسلام یا تربیت شدن برای بیش از 10-20 سال. و بخصوص ای اعضای طالبان خوب جوانای بسیار کسایی هستند که در اونجا در کمپای مهاجرین در پاکستان تولد شدن، در اونجا اکثرشان و در اونجا یا شامل مدرسه ها شدن یا یک روز مکتب در افغانستان نرفتن، یک روز تاریخ افغانستان نخوندن، هیچ علاقمندی، هیچ علاقمندی یا ارتباط عاطفی با تاریخ افغانستان، با فرهنگ افغانستان ندارن، با مردم افغانستان ندارن، یا امو زیر تربیه مکاتب دیوبندی و همچنان که بعدا عناصر سلفی سعودی از طریق اشخاص مانند سیاف نفوذ کرد به اینجا، شما میبینین که ما افکار دکترین دیوبندی برداشت شریعت اسلامی را همراه افکار سلفی که از سعودی آمد مزج شد، ما از او پدیده های بسیار افراطی مذهبی سیاسی ایجاد شد که در وجود طالبا که ما امروز میبینیم و او را تطبیق میکنن. مثلا طالبا در 5 سال حکومت خود، یعنی سال 96 تا سال 2001، 5 سال حکومت خود، یا درست است که امنیت ایجاد کردن برای مردم، امنیت جانی مالی را برای مردم ایجاد کردن، دیگه کسی خانم ها و دخترهای ما مورد تجاوز جنسی قرار نمی گرفت از طرف مجاهدین اسلامی، اما در پالویش یا تمام آزادی های مردم افغانستان سلب کردن، تمام آزادی های سیاسی را سلب کردن. ما باید برگشتیم به عصر افراطیت مذهبی، به عصر اول اسلامی. ما واقعا به سلف اسلام برگشتیم. سلف یعنی اسلاف، هم کسایی که در زمان پیغمبر اسلام ایجاد کردن، یعنی در اون زمان شرایط زمان ایجاب میکرد که از طرف پیغمبر احکام صادر شود برای جامعه 1400 سال قبل عربستان سعودی. اما طالبا بدون توجه به گذشت 1400 سال، برداشتشان از شریعت، برداشت تحت لفظی از نوشته ها، تحت لفظی از گفته ها، تحت لفظی از کردار او زمان است، بدون توجه به اساسات فقه اسلامی، بدون توجه به اساسات اجتهاد اسلامی. چون در 1400 سال ما در تمام کشورهای اسلامی دولت‌های اسلامی داشتیم، ما مجتهدین داشتیم، استادای فقه داشتیم، و می خاطر مکاتب مختلف شرعی ایجاد شد، مکاتب مختلف مثلا حنفی در افغانستان و اطراف افغانستان در آسیا جنوبی ایجاد شد، مالکی در عربستان سعودی ایجاد شد، شافعی در ایران ایجاد شد، و یک مذهب دیگه هم است که در المغرب اینجا به عمومیت پیدا کرد. یا به خاطر چرا ما این مذاهب مختلف میبینیم داریم، به خاطر اینکه برداشت ها از یا از اساسات شریعت متفاوت بود. حتی در بین یکی از مذاهب مثل خود حنفی باز هم برداشت ها متفاوت است. امیان بین طالبان، بین گروه حقانی و گروه برادر، از لحاظ تفکر، از برداشت و تفسیر و تعریف از شریعت اسلامی متفاوت است، تفاوت داره. به این خاطر ما مجتهدین داریم، استادای فقه داشتیم. خب
ما دوران حکومت طالبان دوران تطبیق بسیار متحجره. آنچه و شریعت میپرداختند میدانستند در افغانستان بودیم که او سبب شد که ما هیچ در افغانستان تعلیم تربیه اساسات چند بین برن. و به می خاطر است که بعد از حادثه 11 سپتامبر و مداخله امریکا در افغانستان تمام روشنفکرهای افغانستان و مردم افغانستان از مداخله امریکا در افغانستان حمایت کردند و جز طالبا. طالبا خب تمام حکومت خود ایستادند، اما برای مردم افغانستان این یک موهبت بود که امریکایی‌ها و کشورهای اروپایی در اینجا مداخلت کردند، این حکومت ساقط شد، امکانات از این فراهم شد که ما یک دولت مدنی را در ایجاد کنیم، یک دولت متمدن ایجاد کنیم و اساس شرایط روز. خب این دولت ایجاد شد، 20 سال در قدرت بود، اما بعد از 20 سال حال ما میفهمیم که اعتماد بالای اعتماد کردن بالای امریکا یک اشتباه بزرگی بود که توسط این دولت مرتکب شد. امریکا به اعتماد ترین کشور در جهان است. دوستی امریکا خطرناک است برای بسیاری کشورها. ما امروز در اوکراین میبینیم که این قربانی اعتماد بالای امریکا است. اوکراین قربانی اهداف امریکا است، قربانی توسعه طلبی های امریکا است. افغانستان هم قربانی امریکا شد. افغانستان درست است که امریکا اینجا میلیاردها دلار به افغانستان آورد، سبب پیشرفت‌های زیاد اقتصادی اجتماعی در افغانستان شده که من بعداً در مورد صحبت می‌کنم، اما در این زمان ما در افغانستان فساد بزرگی ایجاد شد که فساد در سطح جهانی بی سابقه بود و این در نهایت این فساد سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان شد. خب ما 20 سال یک دولت به اصطلاح متمدن امروزی در افغانستان شاهد بودیم. این دولت اساساتش شالودش بالای فرضیات غلط گذاشته شد و او در کنفرانس بن حذف شد، یک تعداد از سیاسیون افغانستان در این قسمت طالبا. اگر ما در افغانستان دولت ایجاد می کنیم و می خواهیم این دولت پایدار باشد، باید در و ای را می خواهیم تنوع سیاسی در این وجود داشته باشد، از تمام اقشار و اصناف افغانستان این دولت نمایندگی کنه، ما نباید طالبا را از نظر دور می داشتیم. اما متاسفانه این قدرت تفویض شد به یک گروپ کوچک پر در از افغانستان که به نام اتحاد شمال یاد می شد و این سبب از این شد که توازن قدرت در افغانستان برهم بخوره و این توازن قدرت خلاف عنانات 300 ساله حکومت داری در افغانستان بود. کسایی به قدرت رسیدن که ای اشخاص دل و جان به تاریخ افغانستان، به تاریخ کشور علاقمند نبودن، به هویت ملی مردم افغانستان احترام نداشتن و یا افکار قوم‌پرستانی را در اینجا اشاعه کردن که در نهایت سبب عزی شد که یک تعداد زیادی از مردم افغانستان با یا در مخالفت بخیزند. و همچنان این افراد چون به قدرت رسیده بودند به هیچ صورت حاضر نبودند از قدرت از دست بدن. و این ما در افغانستان در سال 2004 قانون اساسی جدید در 2003 نافذ شد.
قانون اساسی که پایه‌های ازی بر اساسات دموکراسی نافته بود و این بر اساس قانون اساسی انتخابات در افغانستان صورت گرفت و در انتخابات همه گروه اشتراک کردند. اما برخلاف انتظار این گروه که در قدرت نظامی رو در اختیار داشتن که فکر میکردن در افغانستان قدرت سیاسی هم حق از واس، وقتی مردم در پای صندوقای رای رفتن در افغانستان، مردم افغانستان مردم عنعنویستن، مردم استن که در وقت تصمیم گیری بر مسائل سیاسی تعلقات قومی را اهمیت بیشتر میدن و زبانی را اهمیت بیشتر میدن. ما دیدیم در اگر نتایج انتخابات سال 2004 شما از نزدیک مطالعه کنین که در اونجا رهبران این تحریم‌های سیاسی کاندید بودن، مثلا قانونی بود، کرزی بود، در اونجا امی آقای دوستم بود و امثال هم همچنان از هزارها فکر میکنم اسمشان یاد رفته نمایندگی پارلمان بود، این کاندید بود. اگر این آرایش آرای رکی ها به دست آوردن شما ببینین، این بسیار شباهت داره به ترکیب قومی مردم افغانستان. این نشان میده که مردم رفتن پای صندوق خرا هزاره به هزاری خود رای داده، تاجیک به تاجیک خود رای داده، پشتین رو پاشته و ازبک به ازبک خود رای داده. و این تکرار شد 2004 تا 2009 تکرار شد، 2009 بعد 2014 تکرار شد و 2014 بعد 2019 تکرار شد. در چهار انتخابات این تکرار شد، چون جامعه ما جامعه عنعنوی است، بی‌سوادی در زیاد است و مردم تعلقات قومی و زبانی و مذهبی برشون اهمیت بسیار زیاد داره در تصمیم گیری های مهم سیاسی. اما ای را یک تعداد نپذیرفتن، بغاوت کردن در مقابلش، به زور پافشاری کردن در ماندن در قدرت و این سبب از این شد که دولت افغانستان شیزهاش بسکله، این دولت ضعیف شود، این دولت فرکسیون نادر ایجاد شود، پارچه پارچه شود. وقتی ما میگیم دولت ضعیف میشه، حاکمیتش بالای ولایت ضعیف میشه، حاکمیتش بالای ارگانهای دولت ضعیف میشه. یک قماندان عسکری در یک ولایت خود تعیین شده از طرف رئیس جمهور میدانه، یک دیگیش در ولایت دیگر خود تعیین شده از طرف عبدالله میدانه. وقتی شما به این قسم داشته باشین، تقسیمات در قدرت نظامی و پلیس و غیره، شما میفهمید که این سبب یک فساد است در ذات خود و این در نهایت سبب فروپاشی دولت میشه، چون سلسله مراتب احکام و تطبیق قدرت دولتی مورد سوال قرار می گیره. در نهایت در زمانی که ما مهم بود، زمانی که طالبا حس کردن که امریکایی ها حاضر هستن قدرت به او واگذار کنن، این نظام فرو ریخت. متاسفانه من قبلا گفتم که اعتماد بالا امریکا بسیار کار نادرستی است. امریکا با وجود داشتن پیمان امنیتی با دولت افغانستان پشت پا زد به دولت و رفت با طالبا شروع کرد به مذاکره بدون شرکت دولت قانونی افغانستان، دولتی که خودش ایجاد کرده، خودش سرمایه گذاری کرده. امریکا اگر میخواست از افغانستان خارج شود، به سادگی میتونست تحت اونمو مفاد
قرارداد امنیتی با افغانستان میتونست تحت شرایط از او از افغانستان خارج شود، برای پشت کار خود خداحافظ. من دیگه میرم. دونالد ترامپ بسیار از برای خروج از افغانستان عجله داشت، آنقدر عجله داشت که اما در این زمان میخواست اعلان پیروزی کنه و خارج شود و بگه این ما در افغانستان یک بعد از یک سال آوردیم، ما به این خاطر میخواهیم در افغانستان خارج شود و این سال به قیمت دولت افغانستان انجام. دونالد ترامپ به اندازه برای خروج از افغانستان عجله داشت که در سال 2020 در یک جلسه در پنتاگون که در او تمام امی اراکین آرزبه نظامی و سیاسی در اشتراک داشتند، وظیفه داد برای خلیلزاد و پومپیو وزیر خارجه خود و خلیلزاد که شما در ظرف 6 ماه یک توافقنامه را با اول 3 ماه گفته بود، شما در ظرف 3 ماه یک موافقتنامه صلح با طالبان امضا میکنید. یعنی خلیلزاد وظیفه داشت که در ظرف 3 ماه یک توافقنامه صلح با طالبان فیصله کنه، تکمیل کنه. و بعدا زیر فشار پومپیو، خواهشات متواتر پومپیو و خلیلزاد، دونالد ترامپ توافق کرد که اینه به 6 ماه تمدید کنه. یعنی به این اندازه از خروج از افغانستان علاقه داشت. حتی برای خلیلزاد گفت که نمیشه که ما به طالبا پول بدیم که او امرای خودت هم یه موافقت نامره امضا کنه. این سخنهایی که من میگم در کتاب است که مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نوشته کرده، آقای بولتون، جان بولتون نوشته کرده، کتابش هست به نام اتاقی که همه چیز در اونجا واقع شد در قصر سفید. و او این واضح نشته میکنه که من میگه خودم میگه که من بسیار مخالف از این سیاست بودم و می خاطر استعفا کردم از قصر سفید خارج شدم. و گفت خلیلزاد و پومپیو زیر این فشار دونالد ترامپ یا هر امتیازی را که لازم بود بر طالبا دادن، هر تقاضایی را که طالبا کردن یا قبول کردن. به خاطر داشته باشیم که متن اول توافقنامه را که یا گذاشته بودن دونالد ترامپ لغو کرد، چریپا زد. اما بعد از اینکه دونالد ترامپ دوباره نظر خود تغییر داد در جنوری سال 2021 دوباره خلیلزاد وظیفه داد که برو تو امیر دیگه تکمیل کن با طالب و امضا کن فیصله کن. این وقت پس آمد طالبا حالا دیگه تقاضای بالاتر داشتن، گفتن نه باید زندانی های مرام آزاد کنیم، 5000 زندانی مرام آزاد کنیم. اول خواه 7000 گفته بود، بعدا این به 5000 تقریب پیدا کرد. و این ناز طالبا رو هم دونالد ترامپ قبول کرد، خلیلزاد قبول کرد بدون که کوچکترین مشوری با رئیس جمهور افغانستان بکنند. موضوع آزادی زندانی ها را بدون که مشوره کنه با دولت افغانستان با اشرف افغانی ای را قبول کرد خلیلزاد در توافقنامه دوحه، ای را داخل کرد و امضا کرد توافقنامه را. با امضای توافقنامه دوحه با تایید تمام سیاسیون جهان دولت افغانستان محکوم به زوال. با این توافقنامه هیچ تضمین را برای تحفظ آزادی های مدنی در افغانستان از طالبان نگرفته بود، هیچ تضمینی را نگرفته بود که این یک دولت به اصطلاح همه شمول در افغانستان ایجاد میشه. فقط همه قدر گفته بود که مذاکرات صلح با جانب افغانی آغاز میشه دیگهش به طالبان و حکومت در همکزی مذاکراتی با وجود مایا حکومت اسلامی جدید نام مانده، یعنی امو حکومت اسلامی امارت اسلامی طالبان. با موجودیت همچون یک فضای سیاسی نظامی های افغانستان، جنرال های افغانستان در اطراف اکناف افغانستان و سیاسیون افغانستان شروع کردن
با معامله با طالبان در تمام زمینه ها، در تمام زمینه ها سیاسیون افغانستان میبینیم امیر رهبرای تلسیمی که هر روز به پاکستان میدویدن با طالبان میکردن کنفرانس های طالبان در تهران و در ازبکستان و در ترکمنستان و در ماسکو و در قطر اینجا میشد. تمام رهبرای جهادی تلسیمی جیل شده بودن میرفتن و بایا در برای مذاکره برای از اینکه بعد تا معامله کنن بایا بایا معامله کنن و آینده خود حفظ کنن. اما طالبا سر یک چیز بافشندی داشتن و اویی که با دولت افغانستان با این دولت معامله نمی کنن و در مذاکرات دوحه هم هرگز حاضر نشدن به صورت جدی برای ایجاد یک راه نقشه راه حل سیاسی در افغانستان کار کنن. هیچ پیشنهاد سیاسی طالبان طرح نکردن، هیچ طرح به صلح طرح نکردن و تمام پیشنهاد دادایی بود که ما حکومت اسلامی میسازیم شما ما باز همه رو دو داخل میکنیم. در این جو سیاسی امریکا هم شروع کرد به خروج خارج کردن اساکر خود، سربازای خود و قراردادی های خود. 15,000 قراردادی ناتو که وظیفه ترمیم تیارات خواه اویل داشتن، وظیفه ترمیم زیره پوش های اردو را داشتن، زیره پوش های پولیس را داشتن، وظیفه ترمیم، وظیفه مخابره را داشتن، مهم تر از همه. تمام خدمات لوجستیکی را 15,000 نفر انجام میداد. ملت های مختلف در افغانستان آمده بود. روس بود، دویده اوکراینی بود، اسپانوی بود، انگلیسی بود، امریکایی بود، فرانسوی بود، بنزیا، ترکی بود. حتی پاکستانی ها بنشان بودن، هندی ها بنشان بودن. با این با خارج شدن قراردادی ها اردوی افغانستان پوشش هوایی را از دست داد. شما در مورد این اردو براتون عرض کنم که این اردو در حال که میفتن 200,000 300,000 اما در اون زمانی که یعنی یک سال پیش از سقوط تعداد از این بیش از 80,000 90,000 نبود و این در تمام افغانستان پراگنده بودن. در تمام افغانستان یا در پوسته ها در اطراف شهرها گور شده بودن، در سنگرهای کنده شدگی یا ششته بودن، مانند چی میگن در انگلیسی میگن دکس، مرغابی های شکار در داخل این خندقا بودن و هر وقت که طالبا دل خانشان میخواستن از یه عمله میکنن و یک چند مقاومت میکنن تا زمانی که قوای امریکایی وجود داشت یا به پوشش هوایی امریکایی امید داشتن و او یک چند هلیکوپتر امریکایی یا تیر امریکایی میاد یک چند بر مینداخت یا را نجات میداد. وقتی که تمام شد پوشش هوایی در یک سال اخیر هیچ پوشش هوایی نداشت. این پوسته ها این پوسته ها را بعد از اینکه یک روز هم نکنه سرش دو روز سه روز در روز چهارم پوسته ها سقوط میکرد چون یا برای این گروه های خاص قطعات خاص کماندوی که در ایجاد شده بود در مرکز یا خو برای دائمی نمیتونستن اینجا باشه و این افغانستان بسیار کشور بزرگی است. این قطعات کماندو بر کماند میرفتن ولی پس میمدن تا یا پس میمدن اون پوسته را گرفته بود طالبان. به این صورت تمام این پوسته ها سقوط کرد، تمام ولسوالی ها به دست طالب ها افتاد و بعد از او این تمام قمندان های نظامی تسلیم شدن، معامله کردن با طالب ها. با روز 14 آگست 2021 در تنها شهر کابل در اختیار اشرف غنی بود، از سروبی گرفتن تا چلتن پغمان و چیز لوگر و چهاراسیا و میدان شهر همه در اختیار طالبان. بعضی هم میگه چرا فرار کرد اشرف غنی؟ شو وقتی در روزی که فرار کرد این خانه فرو ریخته بود بارش، از چهار طرف فرو ریخته بود. طرف خودش ما قماندان قوای محافظتی از او در ارگ برش چاشت آمد گفت که من دیگر نمیتونم از تو محافظت کنم. ما از حمدالله مایب شدیم شنیدیم که گفت من بسم الله
محمدی وزیر دفاع را و وزیر داخله را نامش هم یادم رفته گوه مربوط به جمعیت اسلامی و شورای نظام است، او را و همچنان رئیس امنیت ملی را سه نفر کلبه کلا شده. این پرسان کردم که امکان مقاومت وجود داره؟ گفت بسم الله محمدی بر من گفت که امکان مقاومت این سه روز پیش از ایست کس خود کنه کامل گفت که امکان مقاومت وجود نداره. وزیر دفاع خودش ایره تایید کرد و حتی ما گفتم در پنجشیر وجود داره، گفت نه حتی در پنجشیر وجود نداره، جفت پیلوتای ما رفتن به خانه خود. یعنی در این شرایط یک تعداد میگن که چرا اشرف غنی فرار کرد، مخصوصا سخنهای احمقانه خلیلزاد به گوش مردم میرسه که میگه که اگر او رو مقایسه میکنه با ژلنسکی به اوکراین که رسه که این مقاومت میکنه، اون نکرد. با چی مقاومت میکنه اشرف غنی؟ چیزی نمانده بود. امرالله صالح در مصاحبه خود در روز فردای خارج شدن اشرف غنی از افغانستان در مصاحبه خود گفت که من شو زنگ زدم برای وزارت دفاع، برای قوای خاص، برای قوای کماندو که عسکر اون کنین در میدان شهر، در لوگر که این طالبا دنگ رسیدن. بر ما گفت چه کسی نمانده که روان کنین. بنابراین این نوع برداشتایی که فرار کردی برداشتایی ناآگاهانه است، ولی یک تعداد مردم این رو میفهمن. این نیست که یا نمیفهمن، یک تعقل ندارن، عقل ندارن که امکان مقاومت وجود نداشته، ولی این رو میگن برای که او الازم با او همی پشتون ستیزی، افغان ستیزی، افغانستان ستیزی سرلوحی کارشان است. هر چیزی که پشتون رو بدنام کنه، افغان رو بدنام کنه، افغانستان رو بدنام کنه، دولت افغانستان رو بدنام کنه، او رو انجام میدن. این فراموش میکنن که نیمی از دولت افغانستان خواهد اگر اشرف غنی بود، نیمی شد عبدالله بود و نفرایش بود. اگر او مسئول است در این شکست، خواهد عبدالله هم شد مسئول است. عبدالله از سال 2014 در 53 در دولت شریک بودن، از لحاظ امنیتی شریک بودن، از لحاظ اداری شریک بودن، از لحاظ سیاسی شریک بودن، از لحاظ بنابراین اگر این مسئولیت اشرف غنی داره، این مسئولیت عبدالله هم داره و هم و همچنان اعضایشان. من این نمیخوام که مسئولیت اراکین دولت کم کنم یا نقش ازوار در این شکست نادیده بگیرم. البته بی تجربگی، اعتماد بی جای، غرور بی جای در این بسیار سهم داشته، فساده که در اداره وجود داشت این سهم داشته، تمایلات قومی سمتی در این کار سهم داشته، تغییرات و تبدیلات بی جای قماندان‌ها و افسرهای عسکری در ماهای آخر دیسم داشته. وزیر دفاع ما برای 7 ماه گم بود. نمی فهم که در کلام غار رفته بود. این آدم نبود. در بدترین وقتی که افغانستان و اوده افغانستان در واقع قرار داشت، وزیر دفاع نبود. ما سرپرستی در وزارت دفاع اشخاص سرپرستی میکردن. خب دوست عزیز، صرف این دولت سقوط کرد. قسمی که میدانیم طالبان آمدن گرفتن تمام افغانستان، در حقیقت بدون جنگ گرفتن هر شهر، در 12 روز تمام شهرهای افغانستان ساقط شد. اما در 20 سال دولتی که در افغانستان وجود داشت، این دولت دستاوردهای زیادی داشته. این ما درست است که با بسیاری از او شرایطی که ایجاد شده بود موافق نیستیم، با نفوذ فرهنگی که ایرانی ها در این کشور ایجاد کردن موافق نیستیم، با جزیره های قدرتی که در این کشور ایجاد شده بود در اصل اشخاص مثل دوستم و پنچیر و قندار و همچنان در هزارنجات موافق نیستیم. جزیره های قدرت سبب سقوطی دولت شد در نهایت، با فساد عظیمی که زرندوزی عظیمی که در این مملکت صورت گرفت ما موافق نیستیم، با بی‌بندباری عظیمی که در فرهنگ ایجاد شد، در مطبوعات ایجاد شد و سوی
استفاده از آزادی بیان صورت گرفت موافق نیستیم. ما در مطبوعات افغانستان به صراحت و آزادی مسائل مورد مباحثه قرار میگیریم که در هر کشور دیگه خیانت ملی محسوب میشه. به طور مثال در افغانستان به صورت بسیار آزادانه موضوع تجزیه افغانستان مورد مباحثه توسط سیاسیون تازه پارسیده صورت میگرفت و ما او را شاهدش بودیم با دار باز سیل میکردیم. این در هر کشور خیانت ملی محسوب میشه. ما در افغانستان هویت ملی خود توسط سیاسیون مورد حمله قرار می گرفت ولی ما با او هیچ بر ما اهمیت نداشت. در این دیگه کشورها این خیانت ملی محسوب میشه. عبدالله میخیزه در بار سوم انتخابات قبول نمی کنه و اعلان حکومت موازی می کنه و ما این خیانت ملی است و این ما سنشسل می کنیم و اجازه می دیم که انجام شود. یعنی اگر یک روزم کس رئیس جمهور باشه باید این سرکوب می کنه دمورو سرکوب می کنه با قیمت جانش تمام می شه و قیمت دولتش تمام می شه تمام شود ولی باید این کار می کنه. ما اما این سوء استفاده از آزادی های داده شده بر مردم افغانستان است. اما در پالیش ما این 20 سال مردم افغانستان بسیار زحمت کشیدن، بسیار کار کردن، دستاوردهای بزرگی دارند. من یه چند سلاید نشان میتونم برای دوستا و میخوایم همین تفاوت ببینن. برای اینکه بسیاری از ما فکر میکنن کدام دستاورد. همین بسیاری از چاپلیس ها میرن در پشت تلویزیون ها در افغانستان. من هر روز دعوت میشم از طرف تلویزیون های مختلف در افغانستان که در مصاحبه های تلویزیونی سهم بگیرم. من متاسفانه و بسیار وقت ندارم. من دیشب دو مصاحبه را قبول نکردم. یکی مصاحبه با تلویزیون شمشاد قبول نکردم، یکی مصاحبه با تلویزیون آریانا را قبول نکردم. برای اینکه وقت نداشتم، من مصروف بودم. با می قسم بسیاری تلویزیون های دیگه همیش تقاضای طلوع یا تقاضا میکنن که مصاحبه. در این مصاحبه وقت من میرم اشخاص را دعوت میکنن که من واقعا متاسف میشم. چاپلوس هایی میاین و این چاپلوس ها فکر میگن و چیزهایی میگن که باور انسان نمیشه. آدم شاخ میکشه در چاپلوسی افراد از دولت از حکومت طالبان و در بد گفتن دولت سابق. دولت سابق من میاره بسیار نواقصش گفتم، بسیار زوایای منفی داشت، اما بیاییم خوبیاشو هم بگوییم. ما در افغانستان یک دولت قانونی داشتیم، قانون اساسی وجود داشت، قانون اساسی دموکراتیک وجود داشت. ما در قسمت دولت سازی کار زیاد صورت گرفت. ما پارلمان داشتیم، ما کمیسیون انتخابات داشتیم، ما قوه قضایی مستقل داشتیم، ما حکومت جداگانه داشتیم، ما یک نظام سیاسی داشتیم که متکی به اساسات و ارزش‌های دموکراتیک قبول شده جهان امروز بود و این خودش بسیار مهم است. این عمر میخواد که شما بسازید، این زحمت کشی میخواد، این جان فشانی میخواد که شما به اون نائل شوید. این مقایسه کنین با امروز. ما یک ازیار نداریم، نه قانون اساسی داریم و این با دولت طالبان 20 سال پیش. من این نتایج 20 سال گذشته با 20 سال قبل دولت طالبان میخواییم مقایسه کنیم. در اون وقت طالبان یک ازیار نبود. ما نه قانون اساسی داشتیم، نه قوای سلاسی جداگانه نداشتیم. هر ملا در جای قاضی بود، هر کس هم میتونست اعدام کنه. ما در افغانستان امکانات بهبود اقتصاد فراهم شد، امکانات بلند بودن سطح زندگی مردم فراهم شد، امکانات آزادی های مدنی در این کشور ایجاد شد، در این مملکت آزادی بیان به وجود آمد، مطبوعات به وجود آمد و انکشاف اقتصادی صورت گرفت. یه شمی از این رو من میخوام اینجا خدمت دوستانشان بتام. توبا جان اگه زحمت نمیشه امی سلاید اول بگذاریم. خب گذاشتیم.
در این سلاید gross domestic product یا عواید ناخالص داخلی افغانستان میبینیم. اینجا سال 1960 تا سال 2020 در این گراف نشان داده شده. شما ببینید در سال 2000 و 2021 عاید ناخالص داخلی افغانستان در حدود 4 میلیارد دلار آمریکایی بود در سال. و این در سال 2020 در میرسه به 20 میلیارد دلار. توجه کنید این پول ها شامل کمک خارجی نیست. این ارزش تولید ناخالص داخلی است. ارزش تولید محصولات امتعه است و خدمات است و در کشور. یعنی ما از 4 میلیارد در ظرف 20 سال به 20 میلیارد افزایش یافته. البته نفوذ هم رشد کرده. اسلاید دوم تو باجان سلاید دوم. در سلاید دوم ما میبینیم ارزش اینمی جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی را به سرانه، یعنی تولید ناخالص، قیمت تولید ناخالص داخلی در افغانستان ارزشش به حساب فی نفر در افغانستان در سال 2000 ای بود 200 افغانی. ای در سال 2021 میشه به 530 افغانی. البته ای در سال 2010 بالاتر بود. در سال 2010 ای به حدود 700 دلار. اما نظر به خراب شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان ای از 700 دلار در سال 2010 سقوط کرد به سال 2020 به حدود 530 دلار. شما 530 دلار با 20 دلار با 200 دلار مقایسه کنین که فی نفر چقدر از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عایدات سطح زندگیشون بهتر شده بود. سلاید سوم تو باجا. ای در این سلاید شما شمولیت در مکاتب میبینید. امی خطی که بالای نارنجی که نشان داده شده این شمولیت در مکاتب ابتدایی است، مجموع شمولیت. شما در سال 2001 میبینین که در حدود 1 میلیون شاگرد در افغانستان در مکتب میرفت که البته دخترها هیچ نبودند. اما این در سال 2013 میبینین به 6 میلیون نفر میرسه و این در سال 2021 مرقامش اینجا ندارم که داخل کنم، این به مراتب بیشتر است، در حدود 8 9 یا 10 میلیون شاگرد میرسه در سال 2021. سلاید دیگر نشون میده. در این سلاید پانتونا را، شمولیت در پانتونا را میبینیم. ما در سال 2001 تعداد محصلین پانتونای افغانستان در حدود 9000 نفر که هیچ دختر دیگه شامل نبود. اما در سال 2013 این میرسه به 140000 نفر در تعلیمات عالی در افغانستان. 2013 اگر ما 140000 نفر داشتیم، در 2021 در یعنی در سال 8 سال بعد ای اگر می ترند دوام کنه، همین دوام کنه، ما به حدود 300000 نفر، 130000، 140000 نفر، چون می بینیم به صورت یعنی نرخ سعود از این به صورت چیز است، مضاعف است، تصاعدی است، یعنی این اکسپوننشال گروپ داره، به صورت اکسپوننشال ای بالا میره. این نمیشه که مثلا اگه امسال 100 نفشه سال انده این 200 چونه این 100 به 400 میره، 400 800 میشه، 800 میره 1600 نفر. ما به این شکل این
گراف هک میبینین این نشان میده در 2021 تعداد شاگردای تحصیلات عالی به مراتب در حدود 300 هزار نفر در افغانستان میرسد که در این تعداد زیاد از دخترها شامل است. سلاید بعدی رو در این سلاید ما شاگردان نشان میده شمولیتشان در سکتور خصوصی و سکتور دولتی، یعنی تعلیمات خصوصی و تعلیمات دولتی. این میبینیم که در تمام ازیا این بالا رفته سطح شمولیت شاگردان در یا محصلی در پانتگاه. سلاید بعدی را تو باشد. این سلاید بسیار مهم است دوستان عزیز. این انفانت مورتالیتی ریت نشون میده، یعنی چی؟ مرگ و میر نوزادا. مرگ و میر نوزادا کسایی که تولد میشن تا سنی که یک سالگی میرسن. در هر هزار نفر، در هر هزار تولدی که در افغانستان صورت میگرفت در سال 2007-2008 111 طفل وفات میکن. در زمانی که ما در وزارت صحت عامه در افغانستان کار میکردم، یعنی سال 1985 ما رئیس پلان و رئیس ارتباط خارجه، ببخشید معاون پلان و معاون ارتباط خارجه بودم. در اون زمان انفان مورتالیتی ریت یا مرگ و میر نوزادا در افغانستان در حدود 200 نفر بود. اما در اینجا میبینیم که انفان مورتالیتی ریت در سال 2007 از 200 به 111 پایین آمده بوده که ایوم من مطمئن هستم که از سال 1986 تا سال 2001 این تغییر نکرده بوده و اونمو حتی در وقت طالبان این شاید هم بالا رفته بود و 300 نوزاد برسه، برای 3000 نوزاد 300 نوزاد از کشته شد ببینن. اما اینو میبینیم که بین 2001 تا 2008 این در حدود 111 طفل ای پایین آمده و این امروز در سال 2011 اینو ما میبینیم که به سطح 48 پایین شده. این ایندیکیتر بسیار بسیار خوب است. خط سرخه که ما میبینیم این تولدات و وفیات اطفال کمتر از 5 سال است. یعنی در او شامی خط سبز ما شامل است و این کسایی هستند که اطفال کمتر از 5 سال. این رو میبینیم که از 161 سال پایین میشه به 91 سقوط کرده. این سال 2011-2012 است. اگه این ما شما بیاریم به امی ترند، امی میلان تنزیل ما انتداد بتیم تا سال 2021، این میرسه به 20-22. بسیار مقایسه می برای خدمت بینده و شنونده های عزیز عرض می کنم که این بفهمند که ما در کجا قرار داریم. در استرالیا فعلا امی انفان مورتالیتی ریت 8 طفل، یعنی در بین 1000 طفلی که تولد میشه 8 طفل در پیش از اینکه یک سالشان میمونه. در افغانستان این در همیالی در سال 2021 شاید در حدود 20 بوده باشه. با وجودی که ما از سطح بلند 300 و 200 طفل بس به 48 سقوط کم شده، اما بازم در مقایسه با میزان وفیات نوزادان در کشورهای همسایه ایران، پاکستان، هندوستان، روسیه و غیره کشورها بازم بسیار بالاست، یعنی دو چند یک کشورها. سلاید بعدی تو باجان اگر لطف کنین. خب در این سلاید ما چند موضوع داریم. در افغانستان این ارقام سال چیز نشان میده؟ 2012 نشان میده، یعنی کونه است.
ده سال کون است. با وجود از او ما در زمان طالبان یک موبایل فون در افغانستان نداشتیم، در حالی که در سال 2012 از هر 100 نفر 60 نفر موبایل فون در افغانستان داشت. در سال 2014 مصارف صحی در افغانستان برای فی نفر 166 افغانی بود. تعداد دکترها برای 1000 نفر در سال 2014 کمتر از یک نفر بود، کمتر از نیم نفر بود، حتی 0.3 نفر. این بسیار یک شاخصه بدی است. شما یه فکر کنین که در زمان 2001 که طالبان در قدرت بودن چی حال بودن. وقتی ما در سال 2014 یعنی 10 سال 11 سال بعد از حکومت جمهوری اسلامی، اگر ما هنوز هم قادر نشدیم برای 1000 نفوس خود یک دکتر داشته باشیم، این ارقام ببخشید نویس 2016 بود، اگر ما یک نفر نداشتیم، یک نفر دکتر برای 1000 نفر، شما فکر کنید وقت طالبا چی داشتیم. ولی باز هم این خودش پیشرفت چشم گیره. ما در سال 2012 از 100,000 تولدی که صورت می گرفت، 100,000 خانومی که ولادت می کردن، 1,600 نفر از اوها می مردن در وقت ولادت. این سال 2012 است. شما این نخیر، این سال 2002 است. این زمان طالب است. در این سال یعنی از 100,000 زنی که ولادت میکرد 1,600 از او وفات میکرد. من رقم تازه ندارم که با این مقایسه کنم. خب سلاید بعدی تو باجا. در این سلاید ما طول سرکای قیریزی شدی افغانستان هم میبینیم در سال 2007 و مقایسه 2001. در 2001 ما در افغانستان در حدود 13% سرکای افغانستان قیریزی بود. این رقم در سال 2007 و در حدود 28% بالا میره. و این شما اگر انال این رشد اگر ترند شما میبینین که ترند سعودی بسیار استیپ است یا بسیار بلند است، اگر این تا سال 2001 بیارین، 2022 بیارین یا 2021 بیارین، میبینیم که ما شاید سرکای قیریزی شده در افغانستان این به حدود 60-70% بالا رفته باشه، چون در بسیاری ولایت ما سرکای عمومی، البته این سرکای عمومی رو نمیدیم، سرکای بسیار فرعی رو نمیدیم. خب امی سلایدان ما تانستم فراهم کنم در امی فرصت کمی دیشب، اما اینه میبینیم که تمام شاخصان نشان میده که ما در افغانستان دستاوردهای بسیار داشتیم. در پاری ازیا ما تعداد دستگاه های تلویزیون رو در افغانستان ببینیم، دستگاه رادیوها رو ببینیم، استفاده از انترنت رو ببینیم در افغانستان. اگر ما خدمات اجتماعی رو ببینیم، شرکت های ترانسپورتی که ایجاد شده، شرکت های نفتی که ایجاد شده، خدمات مخابراتی که ایجاد شده در تمام افغانستان، شرکت های مخابراتی که رو مقایسه کنیم با زمان 2001 غیر قابل مقایسه است. یک آقای در تلویزیون شمشاد یک چاپلوسه برای من میگه خود در ظرف 20 سال اگه طالبان می بودن و تو می شد. نخیر، اگه طالبان می بودن نمی شد. ولی طالبان هیچ اعتقاد به انکشاف اقتصادی اجتماعی نداشتن. حالی شاید داشته باشند، بلکه حالا متفاوت است، حکومت فعلیشان متفاوت است با اون زمان.
ولی در اون زمان هیچ خونده هیچ عمل کار نکردن در جهت بهبود سطح زندگی مردم یا رفع مشکلات اقتصادی اجتماعی مردم در اون زمان. البته در کنار زیاد ما پیشرفت‌های خانه‌سازی را هیچ یاد نکردیم. ما میلیون ها میلیون آپارتمان در افغانستان ساخته شد. در گذشته ما چند تا مکرویانک ساخته شده بود در زمان دارشاه و داودخان یا مانده بود تا زمان طالبا تا 2001. اما بعد از اون ما میبینیم که افغانستان چریش تغییر کرد. چریش شهرهای ما تغییر کرد. شهرهای ما امروز غیر قابل مقایسه است با شهرهای 2001. از هر لحاظ. از لحاظ خدمات شهری، از لحاظ مسکن، از لحاظ آبادی، از لحاظ تسهیلات شهری غیر قابل مقایسه. خب اینا اگر کسایی پیدا میشن که میگن کدام دستاوردها، خب ما البته دستاوردهای قانونگذاری رو هم باید بگوییم. ما در تمام زمینه ها قانون داشتیم در افغانستان تا پیش از آمدن طالبان، اگرچه یا تابل هیچ قانون لغو نکردن، اما ما یک مطمئن نیستم که یا از قوانین استفاده کنن. مرسی دوستان عزیز، حال 1.5 ساعت شد که من صحبت میکنم. من سخنهای خود امروز همینجا ختم میکنم و این بقیش را میمانیم بخیر. این که امروز در چی وضع هستیم و فردا چطور میشه این را میمانیم برای یک بحث بعدی. تشکر از توجهتان، تشکر از فوزیه جان. اگر سوالی باشه من حاضر هستم خدمت شما اگر بتانم جواب بدم. تشکر از توجهتان. دکتر صاحب نازنین بسیار زیاد تشکر. همونطور که من محو سخنان شما، محو معلومات شما شده بودم، من باور دارم که تمام بیننده های عزیز ما با می دقت میشنیدن که حتی نتونستن سوال کنن، نخواستن که مثلا، چون شما همه چیز گفتین، واضح گفتین، بسیار شفاف گفتین و ممنون شما هستیم، مدیون شما هستیم و از اینکه شما بایی که وقتتان بسیار زیق است بر ما هم وقت میگذارین، ممنون شما هستیم. تا فعلا کدام سوال ایجاد نشده جزی که دوست نازنین ما نجیب جان شمال گفته که جناب خالدی صاحب با عرض سلام، از نظر شما آیا سوء استفاده سیاسی و ابزاری از دین مبین اسلام و آغاز جنگ های داخلی میان تنظیم های جهادی و ایجاد حکومت های ملک و توایفی در نقاط مختلف کشور ما باعث بروز این همه جنجال ها شده تا امروز؟ سلام آقای شمال. من چی عرض کنم؟ سوء استفاده ابزاری از اسلام، من با این برداشت موافق نیستم. اسلام این مردم از دل و جان قبول دارن، همون مجاهدینی که در اون زمان بود و همین طالبای امروزی، برداشت از او از اسلام همیست، او چیز دیگه رو نمیشناسن. ما او رو چرا ماسمالی کنیم که یا از اسلام استفاده بود؟ برداشت شونه میز، برداشت پدر و پدرکلان های ما از اسلام می بود. ما خود چرا بازی بتیم؟ پدرکلان ما که میشه با ما صحبت میکردم این چی داره میفت طالبان میگن. بنابراین برداشت جامعه عقب مانده از اسلام می نمی برداشت عامیانه است که طالبا او را دارن و همون برداشت عامیانه است که چیز دارن. دیگه گروه های اخوانی داشتن. ما در کنبرا در استرالیا وقت نامده بودیم 36 سال پیش یک بحث سیاسی داشتم. خب اتفاقا در مهمانی یک مباحثه شد با یکی از دوستای چه بگویم حامیای گلبدین حکمتیار که حتی مدیر مسئول جریدی ازی بود، یعنی سخنگوی بسیار بزرگ از این بود. بعد سر شد او برای من میگه که ما در افغانستان هیچ قانون اساسی ضرورت نداریم. گفتیم چطور؟ میگه قرآن شریف قانون اساسی. شما اگر از این آدم که پوانتون خوانده، هم دورهای ما در پوانتون بوده، در شهر کابل بزرگ شده، دریشی میکرد، نکتایی میزد،
و ای بلا گلبدینی شد، اخوانی شدن دیگه. و سخنگوی به اصطلاح جریده سیاسی زیر نشر میکرد، این وقتی تو میگه از طالب چی انتظار داشته باشیم که او بر ما قانون اساسی رو معرفی کنه؟ و اون میگه قرآن شریف که باشه چی میکنین؟ قانون اساسی چی میکنین؟ البته هستن کسایی که از اسلام ابزاری استفاده ابزاری، او کسا کی بود؟ او آیسای هست، او CIA است، او سازمان استخبارات نظامی سعودی است. این مردم از اسلام استفاده ابزاری کردن، گروه های تروریستی را ایجاد کردن، گروه تروریستی را ایجاد کردن، گروه های تروریستی را ساقط کردن و وقتی که منافعشان بود القاعده را ایجاد کردن، بعد القاعده را کوبیدن، طالبان را ایجاد کردن، بعد طالبان را کوبیدن، داعش را ایجاد کردن، بعد داعش را کوبیدن. پاکستان، دولت پاکستان در حدود 3000 تروریست اسلامگرا را که اعضای جیش محمدی بودن، اعضای چیز طیبه بودن، جیش طیبه میگن چی میگن، یعنی گروه های اعضای طالبان بودن، اعضای القاعده بودن، در پاکستان در 20 سال گذشته یار چی میکرد؟ اعضای پایین رتبه شدن یار شکار میکرد، میداد به CIA و CIA یار میبرد در گوانتانامو بندی میکرد. 3000 نفر این کار کرد، یکانه کسی را که رهبرایش کار نداشت مثل اسامه بن لادن نگاه میکرد. خب این استفاده ابزار سیاسی، اما نه این گروه هایی که بیچارا خودشان قربانی شدن. براخره کم سوال دیگه باشه؟ دکتر صاحب گفته میشه که قوای تهاجم سری یا کماندو قطعات 01 و 02 و 03 در مول لحظات جنگ توسط تیارات به امریکا انتقال گردیدن و در دفاع از کشور اجازه نیافتن. نظر شما چی است در این مورد؟ تمامشان نه، یک تعداد از یاد شدن، یک تعداد را کسایی را امریکا با خود برد، یک گروپ هایی را ایجاد کرده بود که او گروپ ها کماندهش زیر دست خود امریکایی ها بودن، کماندانی امریکایی ها در افغانستان و ناتو یا را زیر کمانده مستقیم از آن بودن، نه وزارت دفاع افغانستان. یوری چرا ایجاد کرده بود امریکا؟ این را ایجاد کرده بود تا خودشان به دل خود، به زعم خود در پشت اعضای القاعده و یا بگردن. این اشخاص کشیدن هم در خود، البته تمامش نترستن کشیده، یک تعداد از یار کشیدن. حال امی اشخاص هستن که امریکا میخواه به اوکراین روان کنه تا بر ضد قوای روسی جنگ کنن در اوکراین. بفرمایید. ببخشید دکتر صاحب، اجازه است یکی از عزیزان بفرمایید سوال کردن که آقای امیدوار سمسایی بخونم، افتخار مهدی زاده گفتن همیشه میگفتن که تعداد اساکر افغانستان به 350,000 میرسد. آیا این راست است و یا دروغ؟ اگر با این تعداد اسکر داشتن چرا در مقابل طالب نتوانستن جنگ کنن؟ 350,000 نفر بسیار مبالغه آمیز بود، یک تعداد زیادی عسکرا در اسمی بود، قروانی از دوار پول نقد از دوار ای سربازا افسرا می گرفتن. یک وقت اشرف غنی که وزیر مالیه بود گفت که برای من فهیم قسیم آمده بود در سن وزارت مالیه کت نفرهای خود تهدید میکرد که برای من تو بتی معاش 40,000 یا 50,000 افراد معرفتی که یاد است. میگه من گفتم تا نفرها را تذکرهایش نبری نمیتون. این در مسالایی بود که نه حکومت جمهوری اسلامی. به همین قسم خواهمی اشخاصی که در امو امرای قسیم فهیم بودن افسرها بودن در اردو در اول یا همیش مبالغه میکردن در تعداد افراد. در زمانی که دولت به اصطلاح قرارداد توافقنامه امریکا امضا شد با دولت با جنبش طالبان در دوحه، گفته میشه در حدود 100,000 نفر عسکر در افغانستان بوده. البته ما پلیس حساب نمیکنم، اردو حساب میکنم. 100,000 نفر قسمی که من قبلا گفتم یا در تمام افغانستان در خندقا در اطراف شهرها بیچارا گور بودن،
یا فقط موسیقی های بیگناه ولی یا خندق های کسی که از طرف از چاریکار رفته باشه طرف غوربند و سالنگ یا در مخصوصا در این شکاری در اونجا میبینن که امی جایی که هوا استاده است در لب دریا در اینجا بازا جور کردن مرغوی های چوبی را ماندن رنگ کردن باز در پالو از این مرغوی ها پایین میشهد اونجا میشینن بازی کسای شکارچا که تفنگ های دو 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 لوله ای خود چشتن یار میزنن این عسکرای ما این صد هزار عسکر ما بیچاره این همه تجایشته بودن و بخصوص وقتی که امریکا در یک سال گذشته حملات هوایی خود برای طالبا قطع کرد یا از حملات هوایی محروم شدن و بسیار یا شکار طالبا شدن به این خاطر طالبا چیز شدن توانستن افغانستان رو بگیرن سوالیس دکتر سم میفهم که شما سر صبح هست در استرالیا و شما هم خسته شدین چون با آن قدر دقت شما تمام مسائل طرح کردین که من گفتم هیچ اصلا جای سوال باقی نماند بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب اگر شما دیگه گفتنی ندارین و میخواین که برنامه را ختم کنیم برای شما طول عمر سلامتی آرزو میکنم شما خودتان یک گنجینه بسیار بزرگ هستین برای ما خداوند عمر پربارتان طولانی بسازه و تمام دوستا بسیار تشکری کردم و نام عزیزا را حتما شما بس پسان میبینین نای جان علومی پیشنهاد کردن که اگر برنامه های به همی عنوان که یعنی افغانستان دیروز و امروز و فردا را دکتر صاحب زیادتر بسازه دکتر صاحب نسل جوان باور کنین که هیچ چیز نمیفهمه وقتی که ما از عکسای از گذشته ما را مثلا از فانتونه یا از جشن میبینن اولین سوال میگه که این راستی است یعنی راستی افغانستان هم در است نای جان علومی پیشنهاد کرده که اگر شما لطف کنین و در این زمینه بیشتر جوانا را مطلع بسازین خوشنود میشه تشکر فاوگی جان گرامی ما امی چون نام نای جان گرفتین در اداره مرکزی سایه در قسمت کمپیوتر کار میکرد میرم به حساب میگفتیشون یک وقت اینجا ما راجی به سرشماری یک مقاله نشر شده بود یک چند سال پیش در فیسبوک نشر کردم یک کس چونو گفته بودم که ارقام که پروسس کمپیوتری شد یک کس خنده با تمسخر به من نشته که شما در سال 1989 از کمپیوتر گمه دیدن همان میشه کل گپایت غلط هست در حال که برای که در حال که ما در اونجا 4 کمپیوتر داشتیم کمپیوترهای کلام مین فریم داشتیم IBM 36 داشتیم IBM 34 داشتیم دکتن آلمان شرقی داشتیم و نای جان علومی یک شاهد شخص در اونجا کار میکرد خب فاضل جان گل بسیار زیاد تشکر بسیار لطف کردین شما از معرفی و از سخنهای بسیار با محبتتان همچنان دوستا و شنونده ها و بیننده های عزیزی که توجه کردین با ما بودین بسیار زیاد تشکر با امید صحبت های بعدی روز و شب شما بخیر بخیر بشه خدا نگهدارتون دیرو درانو او گرانو لیدونکو دکتر صاحب نه دیر زیاد مننه کو په واقعیت سره چې دومره مشرح د افغانستان حالات د پرونو ننو او سبا تشریح کړي چې د سوال جای پاتې نسه د تاسو ټولو ګرانو لیدونکو له کامنټونه ډیره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دا خپرونه تاسو خوښه سوې وي تاسو ټول په پاک الله سپارم چیرې چې شپه ده شپه یې نیکمرغه چیرې چې ورځ ده ورځ یې نیکمرغه خدایم وساته خدای پامان